تیتر اول امشب ادامه اعتراضات ضد حکومتی در ایران. دانشگاه‌ها همچنان محل تجمع، مردم در سنندج و برخی شهرها به خیابان‌ها آمدند. همزمان اعتصاب بازاریان در سنندج، مهاباد، مریوان و بوکان. خبر اختصاصی تیتر اول از فشار به مدارس برای شرکت دانش آموزان در مراسم روز دانش آموز و خواندن سرود سلام فرمانده. همزمان خامنه‌ای باز هم حضور نوجوانان در اعتراضات را به رسمیت نشناخت. آمادگی جنگنده‌های F-22 آمریکا برای مقابله با تهدید حکومت ایران در عربستان سعودی. امشب می‌پرسیم تهدید حمله جمهوری اسلامی به همسایه جنوبی چقدر جدی است؟ و گزارش تحقیقی و پرجزئیات مجله نیویورکر درباره اتهام سرقت ادبی به اصغر فرهادی، برنده ایرانی اسکار. چند نفر از عوامل فیلم قهرمان به تیتر اول گفتند با اجبار و پیگیری فرهادی و همسرش بیانیه مربوط به این موضوع رو در شبکه اجتماعی منتشر کردند. به تیتر اول خوش اومدید. وقت شما بخیر. اعتراضات ضد حکومتی در ایران امروز هم ادامه داشت. مردم در سنندج و برخی شهرها به خیابون‌ها آمدند. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، کسبه و بازاریان در شهرهای سنندج، مهاباد، مریوان، بوکان و بخش‌های از سقز اعتصاب کردند. امروز و همزمان با فراخوان‌های دانشجویی برای تحریم کلاس‌های درس، دانش آموزان هم در کرج، مریوان، شیراز و اصفهان به خیابون‌ها آمدند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در واکنش به اعتراضات دانش آموزان اونها رو دستخوش هیجان، احساسات و بازیچه خواند. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی میکنیم، اما ابتدا برای بررسی بیشتر اعتراضات در ایران همراه میشیم با سمیرا راهی، روزنامه‌نگار از استانبول، و کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان از برلین. خانم راهی، صحبت رو با شما شروع کنیم. اعتراضاتی که همچنان در ماه دوم خودشه، اما ادامه داره، فراز و نشیب داره، اما مداومه. درود بر شما. بله، ما شاهد این هستیم که با وجود هرچه اوریان‌تر شدن چهره نیروهای سرکوبگر که از تمام توانشون استفاده می‌کنن با تهدید، دستگیری و حتی تو روزهای اخیر اعلام چند نام از شهروندامون با اتهام فساد فلعرض که همه‌مون می‌دونیم که چه تبعاتی در پی خواهد داشت، باز هم صحنه خیابون، دانشگاه، کوچه‌ها و بازار از مردم خالی نشد. ما توی دانشگاه‌ها این رو دیدیم، تحسنی که امروز در بیش از 15 دانشگاه داشتیم در اعتراض به تعلیق دانشجوها. دانشجوها در چند دانشگاه از جمله دانشکده هنر، دانشکده علامه طباطبایی و زهرا این تحسن رو ادامه دادن و بعضی از اساتید هم به دانشجوها پیوستن. فشار روی اساتید رو بسیار زیاد شاهد هستیم. امروز خبری به دست ما رسید از دانشگاه آزاد شهر قدس که اساتید زن رو، سه استاد زن رو شبانه احضار کردن به حراست و از اونها خواستن تعهد کتبی بدن که به کلاس ها برگردن و همسران این اساتید که همراهشون بودن درخواست کردن که وارد اتاق بشن و با اونها با گاز اشکاور و باتوم و شوکر برقی برخورد کردن. یعنی این اعتراضات هرچی بیشتر داره گسترده تر میشه و در مقابل اون فشارها خیلی بیشتر میشه. همینطور که شما فرمودین اعتصابات زیادی رو داشتن در شهرهای پرتنشین از سقز. من امروز اطلاع دارم سه نانوایی هم حتی به این اعتصابات پیوستن، یعنی افرادی که کسب و کارشون مستقیما با روزمره مردم در ارتباط هست اونها هم وارد شدن و به این اعتصابات پیوستن، برخلاف صحبت آقای خامنه ای که دانش آموزان رو احساساتی و بازیچه دست یک سری عوامل خون. ما امروز دیدیم که دانش آموزا هم همچنان در خیابون ها هستن و علیه شخص آقای خامنه ای شعار میدن و چیزی نیستش که، یعنی هیچ دانش آموزی با جان خودش قطعا بازی نمیکنه. عاقبتی که مشاهده کردن از طریق دانش همکلاسی های خودشون و در نهایت ما اعتصاب کارگران پتروشیمی و پردیس عسلویه رو هم داشتیم که صنف های مختلف وقتی که هرچه بیشتر میپیوندن نشون میده که بعد از 40 اندی روز همچنان آتش این اعتراضات پا بر جا هستش و خاموش نمیشه. آقای کرمانشاهی، اعتراضات و اعتصابات در مناطق کردنشین با وجود جو شدید امنیتی ادامه پیدا کرده. میدونیم که اونجا سرکوب خشنتر و گسترده تر هم بوده.
بله، امروز شهرهای سنندج، مریوان، مهابات، سقز و بوکان روز خودشون رو در واقع با یک اعتصاب بازاریان که بخش‌های گسترده‌ای از شهر رو پوشش می‌داد آغاز کردن. این اعتصابات داره تبدیل میشه به یک روال متداول در شهرهای کردستان. حتی دیگه لازم نیست احزاب سیاسی یا جامعه مدنی کردستان فراخوان بدن، خود مردم هستن که تصمیم میگیرن و عمل میکنن به این اعتصابات. همزمان در شهر سنندج امروز ما از صبح، در واقع معمولا اینجوری هستش که در بسیاری از شهرها به صورت شبانه اعتراضات صورت میگیره، ولی امروز سنندج از صبح همزمان با اعتصاب به صورت محل محور در بسیاری از محله ها مثل شریف مثل فرق، کارآموزی، قفور، گروه‌های خودسازمان یافته شروع به اعتراض کردند. صدای تیراندازی در سطح شهر بسیار شنیده شده. قبل از اینکه من به این برنامه بیام، اخباری ما داشتیم مبنی بر اینکه اعتراضات همچنان در شهر سنندج ادامه داره، حتی در شهر بوکان، و با تاریک شدن هوا داره به گسترش هم اضافه میشه. اما آقای کرمانشاهی، ماجرای ویدئویی که منتشر شده بود از تیراندازی مستقیم به معترضان در بوکان هم خیلی در شبکه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته. چه جزئیاتی از این میدونیم که چه اتفاقی دقیقا افتاد؟ ویدئویی که در واقع فیلم دوربین های مدار بسته بعضی از منازل بود که در محل حضور داشتن، در محل بوده، مربوط به شهر بانه هستش. در تاریخ 5 آبان ما می‌بینیم در نتیجه اعتراضات شهر بانه 2 نفر کشته شدن، یکی از اونها مطلب سید پیرو. در واقع این فیلم نشون میده که با چه جنایتی ما روبرو هستیم. در حالی که در منزل خودش بوده، در کوچه محل زندگی خودش بوده، کنار ماشین خودش ایستاده، نیروهای سرکوبگر وارد اون کوچه میشن و ایشون برای پناه گرفتن از این نیروها در ماشین رو باز میکنه و وارد ماشین خودش میکنه، اما نیروهای سرکوبگر از ماشین ها پیاده میشن، اول شیشه های ماشین ایشون رو میشکنن و بعد با سلاح گرم به سمت ایشون تیراندازی میکنن و در نتیجه جان خودشون رو متاسفانه از دست میدن. حتی به این هم، یعنی داستان آقای مطلب سعید پیرو اینجا تمام نمیشه. حتی در مراسم خاکسپاریشون که نیروهای امنیتی اجازه ندادن در شهر بانه صورت بگیره و ایشون رو منتقل کردن به روستای چما در نزدیکی مرز کردستان عراق، اقوام ایشون که از اون ور مرز از کردستان عراق خواستن در این مراسم شرکت بکنن، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به سمتشون تیراندازی کرده و اونجا هم یک نفر رو به اسم داستان رسول که 20 سالش بود شهروند کردستان عراق رو به قتل رسوندن. سپاسگزارم از توضیحات شما. کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان از برلین، و سمیرا راهی، روزنامه‌نگار از استانبول با ما. بر اساس گزارش‌هایی که به تیتر اول رسیده، در آستانه روز دانش آموز برخی مسئولان مدارس در شهرهای مختلف به دانش آموزان به اشکال مختلف فشار آوردند تا خودشون رو برای خواندن سرودهای حکومتی از جمله سرود سلام فرمانده آماده کنند. یک کودک کلاس ششم هم در پیامی صوتی که برای تیتر اول ارسال شده میگه در مدرسه‌شون در ناحیه 7 شهر مشهد معلم پرورشی و مدیر مدرسه گفتند اگر در مراسم روز دانش آموز شرکت نکنند و سرود سلام فرمانده رو حفظ نباشند از نمره انضباط شون کم میشه. ما به دلیل نگرانی های امنیتی و حریم خصوصی این کودک صداش رو پخش نمی کنیم. اما در ادامه سارا مطلی، متخصص آموزش از مریلند، با ما همراه میشه. خانم مطلی، میدونیم که چقدر موضوع ایدئولوژیک در مدارس برای حکومت مهم بوده، اینکه بخواد ایدئولوژی خودش رو ترویج و تطبیق بکنه. نمونه بارزش سرود سلام فرمانده بود، الان به اجبار بیشتری هم روی آورده برای اینکه نشون بده همچنان بین دانش آموزان مقبولیت داره. سلام میکنم به شما و به بینندگان این برنامه. یک نکته خیلی مهم به نظر من اینه که 13 آبان برای جمهوری اسلامی امسال یک چالش بزرگ و یک استخوان لای زخمه. ما در سالهای گذشته شاهد این بودیم که حکومت از 13 آبان به عنوان موقعیت و فرصتی برای قدرت نمایی و پروپاگاندا استفاده میکرد، دانش آموزان رو سازماندهی میکرد برای مشارکت در تظاهرات و راهپیمایی های بزرگ و پیامش رو از اون طریق، از طریق دانش آموزان در واقع میرسون، از محتواهای از این تجمعات تهیه میکرد و از اونها در رسانه های حکومتی به عنوان شواهدی برای مقبولیت و مشروعیتش نزد گروه های دانش آموزی استفاده میکرد. اما بر اساس آنچه ما در 1 ماه و نیم گذشته میبینیم، دانش آموزان از روش های بدیع و جالبی برای بیان اعتراضشون استفاده کردند و نگفتن رو با صراحت بسیار زیادی دارن در مدارس تمرین میکنن
بلافاصله بعد از خروج از مدرسه می‌بینیم علارغم تهدیدها، فشارها و حتی دستگیری و قتل دانش آموزان در مدرسه، بلافاصله از مدرسه که تعطیل میشن همچنان تمایل دارن که این اعتراضات رو ادامه بدن. بنابراین در این موقعیت طبیعتاً حکومت نگرانه که اگر تجمعی شکل بگیره برای در واقع با همون اهدافی که در سالهای گذشته دنبال میشد، دانش آموزان از این فرصت برای اعتراض بیشتر استفاده بکنن. و طبق همه 43 سال گذشته که راهکاری که راه حلی که استفاده میکنه حکومت برای کنترل وضعیت، فشار بر گروه‌های مختلف، این بار شاهد فشار بر خانواده‌ها، والدین و دانش آموزان هستیم. سرود یار دبستانی رو تغییر دادن. ما گزارش‌های در این زمینه داشتیم که سرود یار دبستانی رو تغییر دادن، عناصری بهش اضافه کردن علیه شعارهای حاوی مرگ بر امریکا، در واقع اضافه کردن به این سرود و والدین رو مجبور کردن که فرزندانتون باید این سرود رو تا روز 13 آبان حفظ باشن و در مدرسه اجرا کنن و هر گونه غیبتی در اون روز عواقبی برای دانش آموزان خواهد داشت. بنابراین ما شاهد فشار بیش از گذشته روی دانش آموزان و خانواده هاشون هستیم و حالا باید ببینیم که در روز 13 آبان این فشارها آیا جواب میده یا دانش آموزان از این موقعیت برای بیان اعتراضشون استفاده خواهند کرد. سپاسگزارم از شما سارا متلی، متخصص آموزش از میلند با ما. قیمت دلار در بازار آزاد ایران با 800 تومان افزایش نسبت به روز گذشته از 34600 تومان عبور کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، روز چهارشنبه بعد از رکورد شکنی دوباره قیمت دلار، صف‌های طولانی برای خرید دلار در مقابل صرافی‌ها در شماری از شهرها از جمله تهران و مشهد تشکیل شده بود. امروز با مولوده حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از نروژ. خانم حاجی‌زاده، می‌دونیم که چقدر شرایط برای جمهوری اسلامی پیچیده است از نظر اینکه بخواد مدیریت بکنه مسائل اقتصادی رو. پیش از اعتراض ها و مسئله روسیه دشوار بود، الان بدتر هم شده. چقدر ممکنه که بتونه قیمت دلار رو بیار پایین؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینید، اون چیزی که امروز در بازار دلار رخ داده طبیعی ترین واکنش نسبت به شرایط حال حاضر کشور هست و خب این به دلیل افزایش قیمت هایی که شاهدش هستیم، به دلیل این نیستش که تغییر خاصی در طرف عرضه ارز، یعنی طرف درآمدهای ارزی دولت نسبت مثلا در یکی دو ماه اخیر نسبت به پیش از اون شده باشه، ناشی از افزایش تقاضا هست که این به دلیل چشماندازی هست که نسبت به آینده کشور، نسبت به اقتصاد کشور وجود داره و چشمانداز واقع بینانه ای هست. ما شاهد این هستیم که در یکی دو ماه اخیر شیب خروج سرمایه از کشور بسیار افزایش پیدا کرده، یعنی دارایی‌ها داره تبدیل به عرض میشه و از کشور خارج میشه. در این حال شاید طولانی تر شدن صفهای فروش در بازار سرمایه هستیم. سهامداران حقیقی، سهامداران خود دارن پولهای خودشون رو خارج میکنن، وارد میشه به بازارهای موازی مثل همین دلار و طلا. و در این حال میدونیم که مذاکرات به نتیجه نرسید. همزمان یک اجماع غرب در حال اجماع برای افزایش تحریم ها هست. حالا همزمان در کنار اینها ما یک ماه و نیم هستش که این خیزش انقلابی رو هم داریم. خودش یک عامل تشدید کننده هست در اینجا. در حال حاضر به جرأت میشه گفتش که هیچ امکانی برای هیچ امکان اقتصادی، هیچ مؤلفه اقتصادی نشون نمیده که قیمت ارز میتونه کاهش پیدا بکنه. کما اینکه اوایل سال جاری یکی از معاونان سابق بانک مرکزی پیش بینی کرده بود در صورت تداوم شرایط فعلی قیمت دلار تا پایان سال جاری به حدود 45 هزار تومان میرسه. توی اون پیش بینی مؤلفه اعتراضات در نظر گرفته نشده بود. حالا این مؤلفه اضافه شده، تشدید کننده هست. بنابراین روند افزایش قیمت دلار رو شاهد خواهیم بود. اما پرسیدید که امکان کنترل بازار رو داره، به جرأت میشه گفت با مؤلفه های اقتصادی نه. در واقع اصلا منابع ارزی مازادی نداره که بخواد از طریق مثلا تزریق به بازار بتونه بازار رو کنترل کنه. در این حال ما شاهد کسری بودجه گسترده دولت هستیم. تنها امکانی که برای
حکومت میمونه که شاید بخواد به اون متوسل بشه که پیش بینی میشه با تداوم روند افزایش قیمت ها شاید به اون ابزار متوسل بشه، اعمال محدودیت در معاملات ارز در خرید و فروش هست که این در حالا سالهای گذشته مسبوق به سابقه بوده. شاید اوج اون رو برمیگرده بتونیم به دهه 70 اشاره بکنیم که خرید و فروش دلار برای برهه‌ای در کشور متوقف شد و حتی فعالیت صرافی ها هم تحت شعاع قرار گرفت. همونطور که عرض کردم خدمتتون، هیچ گزینه اقتصادی برای کنترل روند فعلی نداره و پیش بینی نمیشه که این قیمت کاهش پیدا کنه و کما اینکه روند رو به رشد ادامه خواهد داشت. مرده حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از لارویک نروژ، ممنونم از شما. اما دقایق پیش ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته ادعای وال استریت ژورنال در مورد احتمال حمله ایران به یکی از کشورهای منطقه با هدف ایجاد فضای منفی علیه ایران و تخریب روندهای مثبت جاری با کشورهای منطقه صورت میگیره. پیشتر و در ساعات گذشته دیروز این خبر منتشر شد که جمهوری اسلامی قصد داره که به عربستان سعودی حمله بکنه بر اساس گزارش‌هایی که مقامات عربستان سعودی به واشنگتن داده بودند. ما در ادامه برنامه به این موضوع مفصل خواهیم پرداخت. اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با جمعی از دانش آموزان به مناسبت روز 13 آبان ماه به انتقاد از نقش کشورهای غربی و اسرائیل در اعتراضهای ایران پرداخت و همچنین با اشاره به حضور فعال دانش آموزان در اعتراضها گفت دانش آموزان به دلیل برخی هیجان‌ها و احساسات و برخی بی‌دقتی‌ها در مسائل وارد میدان شدند. مرتضی کاظمیان همکار اینجا در استودیو با من همراه شده به پیشواز روز دانش آموز رفت با دیدار با جمع محدودی از دانش آموزان و باز هم اعتراضات دانش آموزی رو به رسمیت نشناخت، اونها رو بازیچه دونست و باز به جنگ ترکیبی هم اشاره کرد. بله، و البته مسئول اصلی سرکوب خونین معترضان در ایران و هدف اصلی معترضان مردم مخالف وضعیت جاری دوباره اومد از پرده بیرون، دوباره سخنرانی کرد و جالبه که گفت اینها بچه‌های خودمون هستن، اما نگفت که چطور این بچه‌های خودمون دست کم به گزارش سازمان حقوق بشر ایران تا حالا 40 نفرشون کشته شدن، از مهسا امینی گرفته تا نیکا، سارینا، تا کمار در غرب کشور، مهرشاد. اینها جوانان کدام کشورن و کجا اینها کشته شدن، به دستور چه کسی، با شلیک گلوله کدام نهاد؟ و این فیلم های خشونت بیرحمانه که داره در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، مسئولیت اینا رو کی میپذیره؟ طبیعتا نشون داد خامنه‌ای که اون روند توأم با تحریف حقیقت و دروغگویی و تزویرگری در کنار سرکوب رو همچنان داره ادامه میده. و جالبه که امروز از نهادهای مسئول، از ارگانهای رسانه‌ای تبلیغاتی جمهوری اسلامی دوباره خواست که وارد جهاد تبیین بشن، اون کلید واژه مطلوب خودش که به معنای تکثیر و افزایش تبلیغات دروغین، تحریف واقعیت و دروغگویی به مردم و در واقع انتشار آگاهی کاذب و معرفت دروغین هستش. این رو هم ازشون خواست، با وجود اینکه به دستگاه صدا و سیما، بازی‌های تبلیغاتی حکومت در تمام این روزهای گذشته یک چنین کاری رو کردن. و نکته دیگه در صحبتاش همین اشاره به جنگ ترکیبی بود، یعنی کلید واژه‌ای که خودش چند ماه پیش در قالب تهاجم ترکیبی گفت، در بیانیه سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات استفاده شد برای تحریف اعتراض‌ها. و جالبه که اینقدر اون بیانیه دروغین و کذب و بدون پشتوانه بود که روزنامه‌نگارانی رو که در ایران وظایف خودشون انجام دادن دوباره متهم کرد و حتی روزنامه‌نگاران داخلی هم ایستادن مقابل اون دروغگویی. امروز خامنه‌ای به اون بیانیه استناد کرد، مهر تایید زد و گفت این جنگ ترکیبیه. البته این نکتهش قابل توجه بود که کسی که تا 3 هفته پیش میگفت این اختشاشات هست، امروز گفت این صرفاً اختشاشات نیست و جنگ ترکیبی. یعنی نشون داد به اون منازعه‌ای که بین اکثریت تغییرخواه، اکثریت آزادیخواه با یک اقلیت اشغالگر تمامیت‌خواه سرکوبگر جریان داره. و این نکته رو بگم که امروز هم دوباره برای ادامه بقای خودش تلاش کرد استخدام کنه یک سری تعابیر و واژه‌های ملی، از جمله چنگ زد به دولت ملی دکتر محمد مصدق، اشاره کرد به کودتای 28 مرداد، تا بلکه وضعیت خودش رو یک وضعیت
هویتی ملی نشون بده، در حالی که فاصله فاحشی وجود داره بین یک دولت غیر ملی، یک حاکمیت سرکوبگر اقتدارگرا، با اون چیزی که در دولت ملی دکتر مصدق شاهد بودیم. و به این معنا کسی این ادعاها و صحبت‌های خامنه‌ای رو اعتنای بهش نخواهد کرد، از جمله همون جوانان و نوجوانانی که خامنه‌ای گفت که اینها احساساتی عمل می‌کنن. این جنبش اعتراضی رو شاهد بودیم، امروز هم ادامه داشت و قطعاً در روزهای بعدی هم شاهد خواهیم بود که ادامه پیدا کنه. آرتضا کاظمیان همکارم اینجا در استودیو، ممنونم است. با گذشت چند روز از بازداشت توماج صالحی، خواننده رپ، بی اطلاعی از وضعیت او باعث نگرانی خانواده‌اش شده. انتشار فیلم کوتاهی از او توسط باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما با واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده بود. در این فیلم فردی با چشم‌بند مقابل دوربین میگه توماج صالحیه. بر اساس گزارش‌ها توماج صالحی در زندان دستگیر اصفهان. اقبال اقبالی، دایی توماج صالحی، رپر اعتراضی بازداشتی از آلمان با ما همراه میشه. خوش آمدید آقای اقبالی. آخرین چیزهایی که میدونیم راجع به وضعیت توماج صالحی چیه؟ درود به شما و به بینندگان شما. توماج 3 دی 2022 دستگیر شد. تیم دستگیری سید هاشم صالحی، رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری اصفهان، سرهنگ سید محسن فاطمی فرزند باقر، شکنجهگر وحید نگارستانی، مسئول مستقیم دستگیری و شکنجه توماج و هر بلایی که به سرش بیاد، سید علی خامنه‌ای و ارگان‌های سرکوب حکومت اسلامی هستند. در یکی از شکنجه‌های معروف اصفهان بوده که منتقل شده به ظاهراً منتقل شده به بند اطلاعات زندان دستگیر. ما از زنده بودن یا مرگ توماج بی‌خبریم. خانواده تلاش کرده که خبر بگیره و هیچ اطلاعاتی به ما ندادن. اگر اجازه بدید من میخوام توضیح بدم که در چه شرایطی توماج ها، مسا ها، نیکا ها به خیابان آمدن و چه خاصه یا ناچیست در چند دقیقه. آقای اقبالی اجازه بدید من اول اینم ازتون بپرسم، درباره ویدئویی که رسانه‌های حکومتی منتشر کردن و اون رو منتسب کردن به توماج، میشه اصالت اون ویدئو رو تایید کرد؟ میشه مطمئن بود که اون شخص اساساً توماج صالحیه و میشه تایید کرد که به نظر میرسه شرایط مناسبی نداره؟ ما تایید نمی‌کنیم، خانواده هیچ کدوم تایید نمی‌کنن. ممنونم. اگر می‌خواید جملاتی بگین کوتاه ممنون میشم، می‌خواید در مورد وضعیت صحبت بکنید. بگم که ایران در تب تغییر می‌سوزه، در تب انقلاب می‌سوزه و بازتاب آن را در روحی فرزندان این کشور ما بینیم. حکومت می‌خواد القا بکنه که پیشگامان جنبش در جنبش موجود، جنبش زن، زندگی، آزادی شکست‌پذیرند. حکومت میخواد انکار بکنه جنبش خودمدیریت سکولار و یا لایکی که کف خیابونه و میخواد جمهوری اسلامی رو برکنار کنه. عدم درک پتانسیل موجود در جامعه که نخستین شعله های انقلاب، این نشانه های بارز نافهمی یا بدفهمی یا خنگ بودن سران حکومت اسلامیه. انقلابی در پیش داریم که پیشگامان اون انقلاب بهترین، خردمندترین فرزندان این جامعه هستند، نه اخشار عقب مانده جامعه همانند انقلاب 57. این نسل میخواد خرد جمعی جامعه ایرانی رو به کرسی بنشونه. کنشگران کف خیابان مستقل هستند، خود مدیریت هستند، سکولار هستند. این جنبش به سمت ایجاد نهادهای خود مدیریت شهروندی داره حرکت میکنه. من از این تریبون اعلام میکنم که اگر حکومت تسلیم ارادی این جوان نشه، اگر به کنار نره به طور مسالمت‌آمیز، مطمئنن این جوانان آتش به اختیار به میدان خواهد آمد. و آخرین نکته این که ما یک اکثریت 80 میلیونی هستیم که به راحتی می توانیم بساط حکومت جمهوری اسلامی رو. ممنونم از توضیحاتتون آقای اقبالی. من این توضیح هم باید بدم که نکاتی که گفتین در مورد نوع مبارزه البته نظر شما هستش و سپاسگزارم از اینکه مهمان ما بودین و از وضعیت توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، به ما گفتین. اقبال اقبالی، دایی توماج صالحی، ممنونم از شما.
روزنامه وال استریت ژورنال دیروز در گزارش اختصاصی نوشت ریاض شواهد و اطلاعاتی در اختیار واشنگتن قرار داده که نشون میده احتمالاً جمهوری اسلامی قصد داره برای منحرف کردن اذهان عمومی از اعتراضها در ایران به این کشور و اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق حمله کنه. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از سه منبع رسمی در دولت آمریکا این خبر رو تایید کرد و نوشت اطلاعاتی که به دست مقام‌های ایالات متحده رسیده نشون میده احتمال یک حمله قریب الوقوع علیه عربستان سعودی از طرف جمهوری اسلامی وجود داره. این گزارش حدود دو هفته بعد از اون منتشر میشه که حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در مراسم تشییع کشته شدگان حمله به شاهچراغ عربستان سعودی رو تهدید کرد. مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از آغاز اعتراضات سراسری در ایران عربستان سعودی رو به همراه آمریکا و اسرائیل به تحریک این تظاهرات متهم کردند. عربستان سعودی، رژیم پوسیده سعودی، هشدار می‌دهم. یک بار دیگر گفتم با همین جوانان به سراغ شما خواهیم آمد، شما را رها نخواهیم کرد، انتقام خواهیم گرفت. و به آل سعود و رسانه‌های تحت سیطره او، به کارگردانان این فتنه‌ها می‌گوییم مواظب باشید، ما به سراغتان می‌آییم. وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی و عربستانی نوشته بود که عربستان سعودی، آمریکا و چند کشور خاورمیانه سطح آماده باش نیروهای نظامی خودشون رو افزایش دادن. CNN هم به نقل از یک مقام دولت آمریکا خبر داد جت‌های جنگنده F-22 آمریکا در عربستان همین حالا آماده مقابله با هر گونه تهدید از سوی ایرانه. پیشتر شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران چندین بار به اهدافی در عربستان سعودی از جمله تأسیسات آرامکو حمله کرده بودند. پس از یکی از حمله‌ها به آرامکو که حدود 3 سال پیش انجام شد، رویترز در گزارش ویژه نوشته بود این حمله با مسئولیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شده و در هماهنگی کامل با رهبر جمهوری اسلامی بوده. با انتشار اطلاعات جدید از قصد احتمالی ایران برای حمله به عربستان سعودی احتمالاً با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپادها، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن ابراز نگرانی از این تهدیدها گفت ایالات متحده در دفاع از منافع خودش و شرکاش در منطقه تردید نخواهد کرد. ما در مورد این تهدید نگرانی داریم. ما از طریق کانال‌های نظامی، دیپلماتیک و اطلاعاتی در تماس دائم با سعودی‌ها هستیم و در دفاع از منافع خودمون و شرکامون در منطقه درنگ نخواهیم کرد. اگر اطلاعات دقیق و معتبر مبنی بر تهدید به قوه علیه جامعه آمریکایی در عربستان سعودی داشته باشیم، البته که به تمام وظایف اون تحت سیاستی که گفتم عمل خواهیم کرد. همراه میشیم با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر. آقای ندیمی، این آمادگی که آمریکا میگه ما در منطقه داریم دقیقاً به چه شکله؟ به ویژه این جنگنده های F-22 که بهش اشاره شده چه ویژگی هایی داره؟ آمادگی که آمریکا داره از آن نسبت به گذشته خیلی کمتر هستش. سیستم های پرواز زمانی آمریکا 20 آتشبار پتریوت در منطقه داشت، الان فکر می‌کنم بیشتر از 1 یا 2 داشته باشه. ولی خب این جنگنده های F-22 که در منطقه مستقر هستن، در صورتی که در آسمان باشن، میتونن با توجه به اینکه رادارها بسیار پیشرفته‌ای دارن و این رادارها میتونن اشیاء پرنده خیلی کوچک و کم سرعت در ارتفاع پایین و در یک پشت زمین از بالا خیلی خوب پیدا بکنن، ردگیری بکنن و با موشک‌های هوا به هوا اونا رو مورد حمله قرار بدن، یا اینکه یک سیستم پدافند هوایی شکل پارچه اطلاع بدن تا با روش‌های دیگه اونا رهگیری بشن، خیلی میتونه کمک بکنه. در صورتی که این جنگنده‌ها در آسمان باشن و حدوداً اون سمت تهدید رو بتونن تشخیص بدن از قبل و بتونن این هواپیما رو در موقعیتی قرار بدن که در مقابل اون تهدید ها بتونن مؤثر واقع بشن. از طرف دیگه خب در حال عربستان یک کشور بزرگی هست، 2 میلیون کیلومتر مربع مساحتشه و این تهدید هم میتونه یک تهدید از هر جهتی باشه. درسته که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تهدید مستقیم کردن، ولی این موشک ها یا درون ها میتونه از طرف یمن بیاد، میتونه از طرف عراق بیاد. میلیشیای عراقی فکر میکنید که جمهوری اسلامی این کار رو بکنه، یا جمهوری اسلامی یا گروه های نیابتی وابسته بهش دست به همچین حمله‌ای در چنین شرایطی بزنه؟ امروز کنانی گفته ما همچین قصدی نداریم.
من خیلی احتمالش رو زیاد می‌دونم. اتفاقا من شاید اولین کسی بودم که 12 مهر ماه در مقاله این احتمال رو مطرح کردم به خاطر تهدیدهایی که جمهوری اسلامی کرده، و به نظر من احتمالش خیلی زیاده که جمهوری اسلامی این کار بکنه، یا به طور مستقیم به روش‌هایی که البته دست خودش پیدا نشه، مثل استفاده از هواپیمای بدون سرنشین به همون ترتیبی که به تأسیسات نفتی عقیق حمله شد در 2019، و ولی احتمال اینکه از سمت یمن یا عراق همین اتفاق بیفته زیاد. اتفاقا همین الان عربستان تهدید از سمت عراق خیلی جدی گرفته و پدافند هوایی خودش رو از سمت عراق بسیار تهدید کرده. آقای ندیمی، فکر می‌کنین پاسخ آمریکا و عربستان اگر حمله‌ای انجام بشه به چه شکل خواهد بود؟ اگه خیلی کوتاه بگین. من فکر میکنم پاسخ صرفا دفاعی خواهد بود. اگر تشخیص داده بشه که این حمله مثلا از عراق میاد و بتونن متوجه بشن که دقیقا از چه نقطه این درون ها پرتاب شدن، از من احتمال موشک های زمین به زمین خیلی خیلی بعید میدونم، مگر اینکه از طرف حوثی ها باشه. ولی ممکنه به سکوهای پرتاب حمله بکنن، یا گروه هایی که تشخیص داده بشه در پرتاب کردن اینا نقش داشتن مورد حمله قرار میگیرن، ولی به طور مستقیم علیه ایران فکر نمیکنم اقدامی انجام بشه مگر اینکه اقدامات سایبری. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر ممنونم از شما. مجله نیویورکر در گزارش مفصلی به ماجرای فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی و اتهام سرقت ایده این فیلم از کارآموز یکی از کارگاه‌های این کارگردان مشهور ایرانی پرداخت. آزاده مسیح‌زاده در حالی بابت سرقت ادبی از فرهادی شکایت کرد که پیشتر با شکایت این کارگردان به دلیل افترا مواجه شده بود. چند تن از عوامل فیلم قهرمان به تیتر اول گفتند بیانیه‌ای که در پاسخ به مسیح‌زاده و با امضای تیم قهرمان منتشر شد بدون اطلاع اونها از مسائل پیش آمده و متن مورد نظر تهیه شده و با اجبار و پیگیری اصغر فرهادی و همسرش در حساب‌های کاربری اونها در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده. تیتر اول با آقای فرهادی برای اظهار نظر در این باره و اطلاعات اختصاصی برنامه تماس گرفت، اما تا این لحظه پاسخی به ما نداد. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، و محیو استوار، استاد دانشکده مدیریت دانشگاه گالوی، از همین شهر با ما همراه میشه. آقای مصلح، جزئیات بسیاری داره گزارشی که نیویورکر نوشته، یک گزارش تحقیقی مفصل و بسیار طولانی، اما مهمترین نکاتی که درش اشاره شده چیه؟ ببینید، من فکر میکنم که قضیه الان فراتر از مسئله شکایت خانم مسیح‌زاده است، و برای اولین بار و به شکل بی‌سابقه‌ای همکاران قدیمی آقای فرهادی از فیلم اولش که تا الان که چهره‌های سرشناسی هم بینشون هست، اومدن مسائلی رو مطرح کردن، حداقل ادعاست. مثلا از جمله حرفایی که خانم گلشیفته فراهانی مطرح کرده برای اینکه یک نامه‌ای بنویسه بعد از فیلم درباره الی، یعنی آقای فرهادی مجبورش کرده، که البته آقای فرهادی تو همین مطلب تکذیب کرده، یا حرفایی که مانی حقیقی زده، گفته که حداقل دو فیلم اصغر فرهادی بر اساس ایده‌هاش، یکیش که اصلا داستان زندگی خودش بوده گذشته و فیلم همه می‌دانند، و هرچند که گفته که هیچ شکایتی نداشته و مشکلی هم با این موضوع نداره و رها کرده، ولی به هر حال اینا ادعاهای سنگینیه که داره علیه تقریبا پر افتخارترین فیلمساز ایرانی در صحنه بین الملل مطرح میشه. آقای مصلح، این گزارش به نوعی لااقل کسانی که صحبت کردن دارن از این خبر میدن که گویا یک الگوی تکرار شونده بوده در رفتار آقای فرهادی، اینکه از ایده دیگران استفاده بکنه و اون رو بدون اینکه اعتباری به شخصی که ایده رو داشته بده به نوعی به نام خودش بزنه. ببینید، بله، همینطوره دیگه. این یک روندیه که الان از فیلم اول تا همین فیلم آخر تکرار شده به گفته اینها. یک نکته ای رو این از منظر نقد سینما من میگم، اصلا مسئله حقوقی رو زیر سوال نمیبره. سینمای اصغر فرهادی ایده گریزه، شاید به همین دلیله. یعنی فیلم‌های اصغر فرهادی ایده های ظاهراً ساده‌ای داره وقتی تعریفشون میکنیم رو کاغذ. مسئله پرداخت سینمایی این فیلم هاست و فیلمنامه هایی که می‌نویسه، و شاید از این زاویه میشه این موضوع رو هم نگاه کرد. مانی حقیقی هم فکر می‌کنم تا یه حدی به همین مسئله اشاره کرده به نبوغ فرهادی، و گفته به همین دلیل هرچند لذت میبره از هم صحبتی با فرهادی دیگه، ولی کار انجام نمیده. این یک محور. محور دوم که حالا نمیدونم چقدر وقت است، خود حرفای اصغر فرهادیه که اگر فرصت باشه میشه به اونم پرداخت. آقای مسلط، یه سالی که اینجا دارم اینه که آیا این گزارش نتیجه میگیره که آقای فرهادی نهایتا دست به سرقت ادبی زده یا نه؟
ببینید برداشت، ببینید اینا همه ادعا هستن که مطرح شدن. مثلا میشه این ایراد رو گرفت چرا این افراد تا به حال این چیزها رو مطرح نکرده بودن، به خصوص زمانی که مثلا اصغر فرهادی آدم مشهوری نبوده، چون مثلا یک ادعایی مطرح شده درباره حتی فیلم رقص در غبار که فیلم اول اصغر فرهادیه. بنابراین میشه به لحاظ در واقع حرفه‌ای این ایراد رو گرفت که چرا اینها الان مطرح میشه بعد از اینکه مسئله فیلم قهرمان با صاحب بین‌المللی پیدا کرد. و از اون طرف هم به هر حال اصغر فرهادی این ادعاها رو تکذیب کرده و اشاره کرده که تو اصلا در شرایط فعلی ایران خیلی اهمیتی نداره و حتی ادامه فیلمسازیش در ایران رو به نوعی خودش زیر سوال برده، گفته نمیدونه که آیا میتونه یا میخواد از این به بعد به خاطر شرایط حاکم بر ایران در کشور خودش فیلم بسازه یا نه، یا اصلا برگرده و در ایران زندگی بکنه. اینها نکات مهمیه و به نظرم در این روزها باید به این قسمت ماجرا هم توجه کرد. همونطور که گفتین مسئله که مطرح شده در گزارش نیویورکر اتهام‌ها و ادعاهایی که مطرح شده، ما هم از آقای فرهادی خواستیم که اگر پاسخی دارن به این گزارش و همچنین خبر اختصاصی که ما در تیتر اول داشتیم بگن، که هنوز پاسخی به ما ندادن. اما خانم استوار، مسئله که اینجا مطرح میشه نمیشه که فقط از بعد سینمایی بهش نگاه کرد، چون چیزی که علاوه بر مسئله سینمایی اون الگو درش دیده میشه اینه که به نوعی این رابطه قدرت برقرار بوده و آقای فرهادی کارگردان شناخته شده سرشناس و از اون طرف یه کارآموزی که با او سر و کار داشته، این رو چطور می‌بینید؟ سلام، مرسی. من اولا می‌خواستم به این اشاره کنم که اتفاقا مقاله نیویورک به شرایط کنونی ایران ربط داره. من فکر می‌کنم اینکه نیویورکر الان تصمیم گرفته این مقاله رو با این مفصلی منتشر کنه به خاطر انقلاب زن زندگی آزادی توی ایرانه. و من فکر می‌کنم وقتی ما توی ایران می‌خوایم در سطح کلانتر این مناسبات قدرت رو به هم بزنیم، در سطح پایین‌تر توی سینما در مورد این کیس اصغر فرهادی هم باید مناسبات قدرت رو به چالش بکشیم، چون در واقع موقعیت فردست فرهادی همونطور که شما گفتین به عنوان کارگردان شناخته شده بین‌المللی که حالا مردم هست، باعث شده بتونه این اعمال قدرت رو روی همکاراش انجام بده. و همونطور که گفتین توی مقاله می‌بینیم که محدود به مسیح زاده هم نبوده این مسئله، و کسایی مثل گلشیفته فراهانی، ترانه علیدوستی، مانی حقیقی که خیلی هم شناخته شدن، اونا هم جلو اومدن و گفتن که تجربه مشابه داشتن با فرهادی بعد از این ماجرا. و خب این موضوع فردست فرهادی هم یه سلسله مراتبی داره دیگه. مثلا موقعیت کسی مثل مانی حقیقی به عنوان کارگران شناخته شده با مسیح زاده به عنوان کارگران زن تازه کار برابر نیست. فکر میکنم چیزی که باید بهش اشاره کنیم اینجا اینه که فرهادی تا حدی میتونه نماینده، یا حالا اگه نگه نماینده، آینه مناسبات قدرت کنونی ایران باشه و یه بخشی از وضعیت نظم موجوده که ما میبینیم. به همین دلیل هم این عصبانیت به حق مردم اخیراً نسبت به فرهادی و موازنش رو ما دیدیم، چون مردم اینو درک کردن به درستی. مثلا توی مقاله میبینیم که از کلمه وسط باز استفاده میکنم برای توصیف فرهادی، و به خاطر اینکه خانم فرهانی استفاده کرده بود برای توصیف، بله دقیقاً از طرف خانم فرهانی، به خاطر اینکه فرهادی دقیقاً کسی بوده که سعی کرده همه طرف رو با خودش داشته باشه. مثلا توی خارج توی تریبون های بین المللی از آگاهی مردم گفته، ولی الان با توجه به داستانایی که ما میدونیم توی حلقه نزدیکاش مثلا در مورد دانشجوش اینطوری قلدری کرده و اعمال قدرت کرده. دقیقا مثل جمهوری اسلامی که ما توی خارج ببینیم که سعی کنه تأثیر معقول تری از خودش نشون بده، ولی در داخل ما میبینیم که چطور مردم رو سرکوب میکنه. و حالا این انقلاب زن زندگی آزاده فقط میخواد همه این مناسبات قدرت رو به چالش بکشه. یه چیزی که من فکر میکنم خیلی مهمه و باید بهش آزاده مسیح زاده اینجا کردیت بدیم، به خاطر شجاعت و پیگیریش بوده. همونطور که مهمون دیگه شما گفتن، خب چرا افراد دیگه تا حالا این کار نکردن، افشا نکردن؟ مثلا مانی حقیقی تجربه مشابهی با فرهادی داشته توی چند تا فیلم، ولی در تمام این سالها در مقابل فرهادی نایستاده و افشا نکرده این مسئله رو، در حالی که اگه کرده بود شاید فرهادی تبدیل به این قولی که ما الان میبینیم نشده بود. ولی کسی مثل آزاد مسیح زاده که کسی که شاید خود فرهادی و هیچ کس دیگه انتظار نداشت، به عنوان یک زنی که از شیراز میاد، یک کارگران تازه کار که اسمی نداره، شناخته شده نیست،
با شجاعت و سماجت وایسلا و بر حقش پافشاری کرده در تمام این سالها، با اینکه آزار دیده، باور نشده، تهمت بهش زدن، ولی وایسلا و تونسته که قدرت فرهادی رو در مقیاس جهانی الان به چالش بکشه. این اتفاقی که توی این انقلاب داره میفته، یعنی زنهایی که در تمام این سالها سرکوب شدن، حالا با پافشاری اونقدر شجاع شدن که کل این ساختار حکومت رو، کل این قدرت رو به چالش بکشن و اون رو تبدیل به یک انقلاب کنن که همه گروه‌های مردم همراهشن. و این کاری که مسیح‌زاده در مقیاس کوچکتر کرده و حالا همکارهای فرهادی همراهش شدن برای اینکه این قدرت رو به چالش بکشن. و چالش بسیار جدیه برای مشهورترین کارگردان ایرانی در حال حاضر. ممنونم از شما محیا استوار، استاد دانشکده مدیریت دانشگاه گلوی از همین شهر، و علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما با ما. بیش از 500 چهره دانشگاهی خارج از کشور با انتشار نامه سرگشاده‌ای در مجله معتبر نیچر با اشاره به حمله خشونت‌آمیز اخیر حکومت به دانشگاه‌ها خواستار آزادی دانشگاهیان زندانی در ایران شدند. امضا کننده های این نامه از جامعه علمی بین‌المللی خواستند صدای دانشجوها و استادان ایرانی باشند و چالش‌هایی که جامعه علمی ایران با آن مواجه هستند رو بشناسند. همراه می‌شیم با دکتر شهرام کردستی، استاد و مدیر گروه میشناسی سرطان کینگز کالج از لندن، با ما همراه شدن. شما هم این نامه رو امضا کردین آقای دکتر کردستی، چه جزئیاتی داره، دقیقاً چه اهمیتی داره این نامه که در وبسایت معتبر نیچر چاپ شده، در نشریه معتبر نیچر؟ بله، نشریه نیچر این نامه رو منتشر کرده و به وسیله، البته من نویسنده اون نامه نیستم، مقاله نیستم، اون به وسیله 4 نفر از دانشگاهیان ایرانی، ایرانی تبار نوشته شده و در اون به قول معروف این رو مشخص کرده، اهمیت این رو که نیاز هست با توجه به اتفاقاتی که داره در دانشگاه های ایران میفته، توجه جامعه آکادمیک رو به مشکلات جلب کرده و خواسته مشخصی که نامه‌ای که بعد در اون به سلام درخواستی که امضا شده با در حال حاضر بیش از 500 تا از اساتید ایرانی و غیر ایرانی که اون رو امضا کردن، دو جنبه داره. جنبه اولش حمایت کلی هست از دانشگاهیان ایران که به هر حال مصدای اونها هستیم و میشنویم و چه اتفاقاتی داره میفته و بعد اونها رو ساپورت بکنیم، و قسمت دومش دو جنبه خیلی اختصاصی هست. یکی این که در مورد دانشجویانی که در حال تحصیل هستن به خاطر قطع اینترنت، به خاطر مشکلاتی که هست، اینا دوچار مشکل شدن پذیرش از دانشگاه‌ها و غیره، اینها بهشون تسهیلات داده بشه و استادایی که در کنار دانشجوها هستن همینطور تسهیلاتی داشته باشن. از اون مهمتر، اساتیدی که به نحوی از این سرکوب‌ها حمایت می‌کنن، اینها نباید به طور قبل بتونن در کنفرانس‌ها شرکت کنن، نمایندگی کنن، اطلاعات نادرست در اختیار جامعه آکادمیک بذارن، کاری که متأسفانه در دوران کرونا به وسیله بعضی از این افراد افتاد و اتفاق افتاد، و این مهم هست که جلوی اون گرفته بشه و جامعه آکادمیک باید شناخت بهتری داشته باشه از این قضیه. سپاسگزارم از شما دکتر شهرام کردستی، استاد و مدیر گروه میشناسی سرطان کینگز کالج، با ما همراه بودید. اما دقایق پیش معاون رئیس جمهور آمریکا از خواستار حذف جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شده. کامالا هریس گفته ایران با انکار حقوق زنان و سرکوب وحشیانه مردمش نشون داده که برای عضویت در کمیسیون مقام زن سازمان ملل مناسب نیست، تقاضایی که پیشتر برخی دیگر از مقامات هم مطرح کرده بودند. امروز قرار جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی اعتراضات در ایران و سرکوب جمهوری اسلامی برگزار بشه. در این جلسه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، شیرین عبادی و نازنین بنیادی هم قرار صحبت بکنند. پیش از برگزاری این جلسه نماینده جمهوری اسلامی گفت این نشست بخشی از پروژه آمریکا برای ارائه نادرست و اخبار نادرست در مورد ایران. همراه میشیم با مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد. همکارم مریم، اونجا چه خبره و چه اتفاقی قرار بیفته، منتظر چه باید باشیم؟ نیوشا، من دقیقا بیرون سالونی هستم که قرار این جلسه شروع بشه. فعلا نمایندگان و اعضای شورای امنیت در حال وارد شدن به این سالون هستند و قرار تا دقایقی دیگه جلسه آریا فرمولا یا غیر رسمی شورای امنیت در مورد خیزش مردمی ایران و همچنین سرکوب مداوم زنان و دختران و همچنین استفاده مداوم از زور
شروع بشه نمایندگان و اعضای شورای امنیت در مورد سرکوب معترضین مسالمت‌آمیز که مسالمت‌آمیز دارن در خیابون‌های ایران اعتراض می‌کنند قرار صحبت بکنن، بحث و گفتگو بکنن. این جلسه از اهمیت بسا ویژه‌ای برخوردار هست، چون وضعیت حقوق بشر ایران رو و همچنین نقض حقوق بشر در ایران از سوی جمهوری اسلامی رو در عرصه بین‌الملل جدی‌تر خواهد کرد. دقایقی قبل هم لیندا توماس گرینفیلد قبل از شروع این جلسه توییتی زد و گفت که ما نمیتونیم سکوت بکنیم وقتی مردم دارن در ایران روی خیابون‌ها کشته میشن. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل. تیتر اول اینجا به پایان میرسه، تا شنبه همین ساعت و همینجا.